بیننده کانال عزیز، همونطوری که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، امروز در خدمت آقای مهندس منوچهر صالحی در آلمان هستیم. جناب صالحی سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. منم سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان تلویزیون شما و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هست. لطف دارید. بینندگان عزیز، همونطوری که در گفتگوهای پیشین خدمت جناب صالحی خدمتتون معرفی کردم، آقای صالحی از فعالان سیاسی چپ مستقل ملی هستند، پژوهشگر و محققند، کتابهای بسیاری نوشتند. جناب صالحی، همونجوری که خدمتتون عرض کرده بودم، مزاحمتون شدیم که در رابطه با این نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران صحبت کنیم، به ویژه اینکه در یکی دو روز گذشته حتما خبر داریم که صلاحیت آقای رفسنجانی و آقای مشایی رد شده. و خیلی جالبه دیگه، کسی که سالها رئیس مجمع تشخیص مصلحت است، یکی که نمیدونم رئیس دفتر رئیس جمهور است، به ظاهر صلاحیت ندارن. خواستم خواهش کنم بفرمایید که خب چه میبینین، چه داره میگذره، این رفتاری که داره میشه چه عواقبی داره؟ عرض کنم از نظر من آقای خامنه‌ای در واقع دنبال این استش که یک کسی رو به سر کار بیاره و سمون بکنه که در واقع کارگزار ایشون باشه. بله. از خودش اراده و خواستی نداشته باشه. آقای رفسنجانی و آقای مشایی از دوتا دارای دیدگاه های مخصوصی بودن. آقای رفسنجانی خود به خود به عنوان یه آدمی که چیز آدم محافظ کار یا میان کار و دنبال بهبود روابط با غرب بوده و همینجور آدمی هستش که هدفش در دوران 8 سال ریاست جمهوریش هم سعی کرد اقتصاد ایران را بندازه، سعی کرد یک مقدار زیر ساختای جامعه رو بازسازی بکنه و در واقع بنیانگذار طبقه متوسط ایران بوده، طبقه متوسطی که بعد در دوران 8 سال ریاست جمهوریشون رشد کرد و این طبقه متوسط بعد خاتمی رو انتخاب کرد برای مدت 8 سال و بار دیگه کار اومدن احمدی نژاد و این سیاست هایی که احمدی نژاد در پیش گرفت در واقع طبقه متوسط ایران داغون شد، به خصوص بعد از انتخابات 1388 و سرکوب جنبش سبز. و آقای مشایی پروژه، یعنی ادامه پروژه آقای احمدی نژاد داره از این طریق که با دادن رایانه مردم رو وابسته به حکومت میکنه و چون مردم نونخور دولت میشن یا حکومت میشن، در واقع از این طریق برای حکومت نوعی مشروعیت رو بیشت میاده. و در این حال آقای مشایی یک مقدار دارای موازی ملی‌گرایانه هستش، از این طریق میخواد در واقع نیروهای سکولار جامعه ایران رو در انتخابات به طرف خودش بکشه و اینها برای آقای هر دو پروژه برای آقای خامنه‌ای پروژه های خطرناکی هستن، به این دلیل که هر کدوم به قدرت برسه، یعنی ریاست جمهوری رو که دومین در واقع بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی دومین قدرت در سیستم سیاسی ایرانه، میتونه تاثیرگذار باشه، به خصوص اگر برای آقای خامنه‌ای در این 4 سال اتفاقی بیفته و قرار بشه که یک رهبریت جدید انتخاب بشه یا اتفاقات دیگه بیفته. از این نظر بعدی من آقای خامنه‌ای کسی میخواد که واقعا مطیع و کارگزارش باشه و این دو شخصیت رو حذف کرده. در رابطه با آقای رفسنجانی باید بگم با این حذف و
در واقع زندگی سیاسی آقای رفسنجانی به پایان رسیده از نظر من. ایشون ممکن است به عنوان رئیس شورای مصلحت نظام بمونه، من اگه جای ایشون بودم از اون پستم استعفا میدادم و کنارگیری میکردم، اما ایشون از دیگری که قدرت طلبه فکر میکنم بمونه در اونجا و اما دیگه عناش رنگی نداره در جامعه و نقشی هم نمیتونه بازی کنه. تازه اون پستم آقای خامنه‌ای ایشونو منصوب کرده، یعنی ایشون از طرف مردم یا از طرف نهادهای مردمی انتخاب نشده بلکه توسط آقای خامنه‌ای منصوب شده به اون پست. در واقع در اون مقامم از آقای خامنه‌ای بهش داده. بله. یک جوری ایشونو وابسته به خودش کرده. در ایشون در اونجا بمونه به عنوان رئیس شورای مصلحت نظام هم حرفش دیگه وزنی نداره، نقشی نمیتونه بازی بکنه با این توسری که خورده. آقای مشایی و آقای احمدی نژاد اونا چه پروژه‌هایی رو دنبال میکنن من نمیدونم، اما همه فاکتورها داره نشون میده که در انتخابات 1388 بعد از انتخابات سعی شد انتخابات مهندسی بشه، در این انتخابات قبل از انتخابات داره مهندسی میشه، یعنی از طریق حذف چهره هایی که آقای هاشمی رفسنجانی دست راست امام بوده و تا وقتی که امام زنده بوده و امام مهمترین پروژه های سخت رو همیشه به ایشون واگذار کرده، از جمله مسئله جنگ رو ایشون مسئول ادامه جنگ و پایان پروژه جنگ بوده، یعنی مهمترین در اون دوران بزرگترین کاری بوده که باید یک سیاست مدار انجام میداده و حالا میبینیم که به چه وضعیتی دچار شده. ایران داره میره به طرف دیکتاتوری کامل، یعنی روز به روز در عرض این 34 سال از اقتدار نهادهای مردمی کاسته شده و به اقتدار ولی فقیه اضافه شده، یعنی قدرت ولی فقیه اضافه شده و قدرت ولی فقیه از طریق زیر پا گذاشتن قانون اساسی گسترش پیدا کرده که یک نمونش همین نظارت استثبابیه که در قانون اساسی اصلا وجود نداره. در قانون اساسی اومده شورای نگهبان باید بر انتخابات نظارت بکنه، اما هیچ جا نوشته نشده که شورای نگهبان باید کاندیدا رو دستچین بکنه. در اولین انتخابات ریاست در اولین انتخابات چه ریاست جمهوری و چه شورای همه مردم شرکت داشتن، از جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب توده، مجاهد، فدایی، کنفدراسیونی ها، حزب دموکرات کردستان، همه شرکت داشتن، هیچ کس هیچ که رو حذف نکرد. در انتخابات ریاست جمهوری اون موقع هم آقای رجبی هم خودش کاندید کرده بود، خیلی های دیگه هم خودشون رو کاندید کرده بودن که آقای بنی صدر برنده شد در اون انتخابات. اون موقع چنین چیزی نبود. یا مثلا حکم حکومتی که آقای خامنه‌ای تا حالا دوبار از این حکم استفاده کرده، حقوق مجلس رو محدود کرده، این حکم اصلا در قانون اساسی وجود نداره. یعنی اینها از طریق اعمال غیرقانونی و فراقانون اساسی آقای خامنه‌ای روز به روز داره به اقتدار حوزه اقتدار خودش اضافه میکنه، یعنی روز به روز ما به طرف دیکتاتوری بیشتر داریم حرکت میکنیم، اونم در جامعه‌ای که روز به روز اقتصادش در حال افوله. الان چه شده که اقتصاد سال گذشته ایران منفی بوده و امسال 5-10% اقتصاد ایران دچار افول خواهد شد اگر این تحریم ها همینجور ادامه پیدا بکنه و بیشتر نشه. اگر بیشتر بشه سقوط اقتصاد ایران باز هم بیشتر از این چیز خواهد بود که در حال حاضر هست و اینها نشون میده که جامعه ما به طرف فاجعه رو حرکت میده. پس به این ترتیب با توجه به اینکه یکی دو دقیقه دیگه بیشتر وقت نمونده، اگر من بخوام از فرمایشات شما یه نتیجه گیری کلی بکنم، این است که جمهوریت نظام
تقریبا به پایان رسیده با این. بله اصلا این نظام دیگه جمهوری نیست. بله. یعنی برای رئیس جمهور دیگه هیچ نقشی نیست و این آیا فکر میکنین واقعا در یک دو دقیقه جناب صالحی با این کار دیگه مسئله مثلا ذهنیت اصلاح طلبی در ایران باید تموم بشه، درسته؟ این که این ذهنیت تموم بشه یا نه فکر نمی کنم، چون جامعه در هر حال هر جامعه‌ای حتی جامعه استبداد زدم و در دیکتاتوری کامل هم بالاخره دنبال راه حل‌هایی می‌گرده برای تغییر وضعیت موجود و بهبود بخشیدن به وضعیت موجود. اصلاح طلبی در بطن هر دیکتاتوری هم وجود داره، منتها در اونجا خیلی خیلی آهسته میتونه حرکت کنه، خیلی آرام میتونه و خیلی طول میکشه. تحولاتی که میتونن در عرض چند سال اتفاق میفتن برای در سیستم های دیکتاتوری چند دهه به اون حال نیاز است و این جلوی رشد و تکامل و توسعه جامعه رو کند میکنه و به درجه عقب ماندگی جامعه میافزاید. جناب صالحی خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و از گفتگوی با شما. انشالله بازم در فرصت دیگه مزاحمتون خواهیم شد. قربان شما، منم از شما بسیار سپاسگزارم. اوقاتتون خوش.